هی hey گایز بچه هم دارم که حالتون عالی باشه من مستر خوب خوب هستم و با یک ویدیوی دیگه به سراغ شما برگشتم دوستان توی این ویدیو قرار بریم سراغ بحث مهمی که دیگه شوخی در کار نیست توی این بحث اگر شما با عنوان پرستار این بحث رو بلد نباشی ممکنه خیلی از بیمارها تو میس کنی و از دست بدی دوستان و اون بحث چیزی نیست جز هیستوری گرفتن یعنی گرفتن اطلاعات و سابقه بیماری از فرد بیماره که بر اساس اون اطلاعات بتونی تشخیص بدی و سیر بیماری تو ببری جلو و درمان درست رو انجام بدی در واقع اگر پزشکی رو 100 درصد بدونیم فقط 20 درصدش دارو درمانی آزمایشات و سایر موارد 80 درصدش هیستوری گرفتن و گرفتن اطلاعات از بیمار همراه بیمار برای تشخیص دقیقه تا تو نتونی تشخیص بدی نمیتونی دقیق درمان کنی و نمیتونی راه درمانتو درست انتخاب کنی و اگر راه درمان اشتباه انتخاب بشه ممکنه مشکل خیلی جدی تری پیش بیاد پس اگر میخوای راحت تر بیمارتو درمان کنی اگر میخوای کوتاه بشه مسیر درمان بیمارت کافی این ویدیو رو تا آخر با من باشی میخوام بهت در ده روش بگم که چطوری میتونی از بیمار خیلی راحت و حرفه‌ای هیستوری بگیری و دیگه بیمارت میس نشه Let's do this guys. بچا بریم ببینیم ماجرای هیستوری گرفتن چی هستش. دوستان یادتون نره اگر دارید ما رو از یوتیوب تماشا میکنید حتما حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله کناریشو بزنید تا الگوریتم یوتیوب ما رو بندازه بالا. اگر هم دارید ما رو از اینستاگرام می‌بینید خب دیگه خودتون بلدی کار کنید؟ سیو، کامنت، لایک، هر کاری که فکر میکنید درست سر انجام بدید. بریم ببینیم ماجرای هیستوری گرفتن چیه. Let's do guys. اولین روش در هیستوری گرفتن جلب اعتماد. شاید بگید مثل جلب اعتماد دیگه چیه دوستان ببینید بچه ها دیدید که خیلی از پرستارها و پزشکها بدون هیچ در واقع آماده شدنی بدون هیچ پیش زمینه مستقیم وقتی که بیمار میاد سری هم میرن بالا سر بیمار و میخوان ازش اطلاعات و هیستوری بگیرن آیا این روش درسته نه دوستان اصلا درست نیست چرا چون وقتی که تو بدون این پیش زمینه بدون اینکه خودت معرفی کنی بدون اینکه بتونی اعتماد بیمار رو جلب کنی میری بالا سر بیمار و بهش میگی خب چته چی شده بیمار وقتی که میبینه این شکلی داری حرف میزنی بهت اعتماد نمیکنه و اطلاعاتی رو بهت نمیده یا اونقدر بهت نمیده که تو بخوای بررسی کنی پس اولین کاری که باید بکنی این که اعتماد بیمار رو جلب بکنی و این کار رو از چند طریق میتونی انجام بدی یکیش این که ارتباط چشمی خیلی خیلی مهمه دوستان بررسی ها و تحقیقات نشون داده افراد کاد درمانی که میتونن ارتباط چشمی مناسبی با بیمار برقرار کنن میتونن اطلاعات بهتری از بیمار بگیرن دوستان وقتی که شما میرید بر بالین بیمار سعی کنید در چشمه های بیمار نگاه کنید و این رو القا کنید که به بیمار که من به عنوان پرستار و تو به عنوان بیمار من برام مهمی که درمانت بکنم و اومدم از, از سوال بپرسم چون برای من مهمه که بدونم چته پس وقتی که با این حالت به چشمه های بیمار نگاه میکنی با حالتی که حس کنه بیمار مهمه و تو براش ارزش قائلی این باعث میشه که بیمار اعتماد بیشتری بهت بکنه و در واقع بحث رو باز کنه برات پس یکی از مهمترین کارها ارتباط چشمیه معرفی خود این خیلی مهمه دوستان معرفی خود اینکه خیلی دیدید دیگه میرن بالا سر بیمار میان که خب چته مشکل چه بیمار کانفیوز میشه گیج میشه میگه خب این کیه پزشک متخصص پرستاره چیه چی... چرا داره از من میپرسه خب باید اینجا عملا از هر شخصی که میخوای بری سوال بپرسی اول باید بهش بگی که من کی هستم و چرا دارم از سوال میپرسم که بتونه بهت جواب بده خب بیمارم همین شکله وقتی که میری بر, بر بالین بیمار میخوای سوال ازش بپرسی اول بهش بگو من فلانی هم پرستار تو هم و اطلاعاتی که میخوام از تو بگیرم برای اینه که میخوام بهت کمک کنم که تشخیص بدیم بیماری تو میخوام این اطلاعات رو منتقل کنم به پزشک متخصص که بتونه برات داروهای دقیقو بده که بیمار بتونه بهت اعتماد کنه و در واقع اون بیماریش اون مشکلش رو بهت بگه پس معرفی خود خیلی مهمه خیلی مهمه و این رو اصلا اسکیپ نکنید حتما حتما معرفی کنید خودتون رو و بگید که چه کاره اید و حالا فامیلتون چیه و اینکه اومدید چرا دارید میپرسید این خیلی مهمه و در نهایت زبان بدن هستش دوستان زبان بدن که میخواد برید بر بالین بیمار جدی باشید خب شلوای نسید یا مثلا با همکارتون شوخی نکنید خیلی رو دیدن وقتی که مثلا بر بیمار میان با همکارشون میخندن شوخی میکنن و کمتر توجهی به بیمار میکنن خب وقتی که بیمار میبینه این شکلی هست میگه خب برای چی بهش اطلاع دادم این اصلا به من توجهی نمیکنه داره با همکار شوخی میکنه داره حرف میزنه اصلا توجهی نداره به من وقتی که میخواهید برید بر بالین بیمار به بیمار نگاه کنید جدی باشید و زبان بدنتون رو طوری نگه دارید که بیمار بتونه اعتماد بگه بکنه بگه آره این کادر درمان باهوشی هست کادر درمانی هست که بتونه من رو در واقع کنترل کنه بتونه من رو اسس کنه خب وقتی که میرید بر بالما شل وای هستید. سعی کنید شونه هاتون به سمت بالا باشه سعی کنید وقتی که دارید میرید بر بالین بیمار قرار میگیرید در واقع با به قولی میخوام اینو بگم که با یه پرستیژ کادر درمان برید بر بالین بیمار با لباس شخصی نرید بر بالین بیمار این خیلی مهمه حتما فرم داشته باشید که بیمار شما رو به عنوان کادر درمان بپوشید تحقیقات نشون داده مثلا پزشکایی که با لباس شخصی بر بالین بیمار میان خیلی کمتر اطلاعات میگن نسبت به پزشکایی که با اسکراب یا با روپوش میرن بر بالین بیمار و این ثابت شده ها خب این سومین در واقع روش جلب اعتماد بیمار پس سه تا روش رو گفتیم بریم بقیه موارد روش دوم سوال باز دوستان در ابتدا از بیمار سوال بسته نپرسید یعنی منظورم از سوال بسته چیه یعنی سوالی نپرسید که جوابش آره یا نه باشه فقط نه سوالی رو بپرسید که بذار بیمار راحت و آزاد بهتون استوری و لایف استایل قبلیش رو بهتون بگه یعنی مثلا از بیمار بپرسید که مشکل شما چیه چی بوده خب و بذارید بیمار بگه که واقعا مشکلش چی بوده از کجا شروع شده بذارید حرف بزنه و جلوی بیمار رو نگیرید خب بذارید بیمار بگه چون توی همین گفته های بیمار یه سری نکات نهفته است خب که بیمار از اونا بیشتر شکایت داره و ممکنه ریشه در سابق باشن و شما قشنگ باید به تک تک جملات توجه کنی و مهماشو پیکاپ کنی و انتخاب کنی پس بذارید بیمار حرف بزنه پس در اولین سوالی که میخواد از بیمار بپرسید سوال بسته نپرسید که آریانا مثلا بگی درد قفسه سینه داری این شکلی نپرسید در اول بپرسید که مشکل چی بوده خب مشکل اصلی چیه چرا اومدی اینو ب... از بیمار بپرس که بیمار برات باز توضیح بده وقتی که تموم شد بذار بیمار راحت توضیح بده وقتی که تموم شد بعدش بری سراغ سوال بسته از کی شروع شد بعد از بیمار بگو خب از کی شروع شد حالا سوالای خاص بپرسید که جوابش آره یا نه یا مثلا در فلان تاریخ شروع شد یا مثلا بپرسید که آیا بیماری باعث شده که تهوع استفراغ بگیری که مثلا جوابش آره یا نه باشه بعدش سوالای بسته بپرس که تکمیل کننده اطلاعات قبلی باشه که بیمار بهت داده خب چون خیلی از اطلاعاتی که ممکن بیمار بهت بده بی فایده باشه دیگه بعضیاشون که توی کلی از اطلاعات باز بداده ممکنه پیکاپ کنی اونا رو با این سوالات خاص بپرس و جمع آوری کن این خیلی مهمه پس اول سوال باز بس سوال بسته بعد روش چهارم بررسی سیستم بدن این خیلی مهمه بررسی سیستم های بدن دوستان سیستم های بدن ما متفاوته ما سیستم عصبی داریم سیستم قلبی داریم سیستم گوارشی داریم سیستم پوست داریم مغزی داریم خیلی از سیستم های مختلف داریم خب خب بسته به اینکه بیمار مشکلش چیه؟ مثلا بیمار با درد قفسه سینه اومده شما میری سیستم قلبی رو چک میکنی مثلا من نمیتونم اینجا کل سیستم ها رو براتون مثال بزنم من سه تا سیستم رو براتون مثال زدم اول بریم سراغ سیستم قلبی وقتی که بیمار با درد قفسه مراجعه کنه و مثلا برای صحبت کنه که آره من قبلا سابق قلبی داشتم درد قفسه دارم الان دوباره از دیروز شروع شده خیلی درد ازش این سوالا رو میپرسی مثلا میپرسی که آیا درد سینه داری یا نداری و میگه دارم بهش میگه کجا داری قشنگ بهت نشون بده درد سینه کجاست این خیلی مهمه دو ارجاع درد یا در واقع رادییشن اینکه درد به کجا میزنه به پشت میزنه به کتف میزنه چون یکی از مهمترین علائم در سکته قلبی اینه که درد به کتف به پشت حتی به فک هم به گردن ممکنه برسه پس این هم ازش میپرسیم بعد ازش میپرسی که تعریق سرد داری یا نداری اینکه آیا عرق کرده بیمار برو ببین بیمار عرق کرده عرقش سرده پوستش سرد شده چون یکی دیگه از علائم توی ام آی تعریق سرده و این خیلی میتونه کمک کننده باشه از بیمار پوست تهوع استفراغ نداری دوستان به خاطر اینکه توی ام آی ممکنه فشار بیفته و حالا تحریک یک سری اعصاب وجود داره با ایجاد تهوع و استفراغ میشه و یکی از علائم توی ام آی وجود تهوع و استفراغ بعد از ام آی یا در حین ام آی هستش یا حتی قبل از ام آی. پس از بیمار بپرس که تهوع و استفراغ داری یا نداری بعدی ادم اندام برو اندامش رو نگاه کن ببین مثلا مچ پاش ادم داره یا نداره یعنی تورم داره یا نداره اگر تورم داشته این نشون میده که قلبش ضعیفه که نمیتونه آب بدن رو مثلا فلش کنه از طریق کلیه دفع کنه توی ادرا و آب بدن توی بدن تجمع پیدا میکنه و مثلا واسه ایجاد ادم میشه پس میبینی ادم هم داره بعد میبینی که آیا خستگی ایجاد میشه هنگامی که را میری یا نه وقتی که مثلا میخوابی ایجاد خستگی میشه چون بیماری قلبی متفاوته هم درد قلب میگیرن وقتی که دارن را میرن و خستشون میشه بعضی نه وقتی که میخوابن درد قلب میگیرن و خسته میشن و این متفاوت دوستان بستگی این که CHF باشه بیمان سکت قلبی باشه کدومشه خب پس این سوالات رو از کسی که مشکل قلبی داره میپرسیم دومین سیستم سیستم عصبی مغزی خب بیمار مشکله حالا وقتی که میاد میگه من دچار بیحسی صورت شدم سمت راست صورتم بیهس شد خب تو باید بری بر بالین بیمار اعتمادش رو جلب کنی ازش سوالات باز بپرسی سوالات خاص و بعد میای بررسی سیستم میکنی سیستم مغزه دیگه به بیمار میگی سرگیجه داری خب سردرد با سرگیجه رو برای بیمار توضیح بده بهش بگو سرگیجه همون سردرد نیست سردرد یعنی که سر درد میکنه اما سرگیجه اینکه یعنی انگار داره اتاق دورت میچرخه و نمیتونی تا رو حفظ کنی قشنگ برای بیمار توضیح بده و بدون بیمار منظورت از سردرد و سرگیجه چیه خب ممکنه بیمار سردرد داشته باشه ولی سرگیجه نداره ممکنه میگرن باشه حتی نه ممکنه بیمار هر دو داشته باشه و تغییر بشه تشخیص ما پس دقت کن سردرد و سرگیجه رو برای بیمار توضیح بده تهوع و استفراغ بگو به بیمار تهوع و استفراغ داری چون تهوع و استفراغ از علائم در سکته مغزی هموراژیک و حتی ایسکمیک هم میتونه باشه تاری دید به بیمار بگو تاری دید داری یعنی اطرافت رو صاف میبینی ممکنه بیمار متوجه نشه که تاریه دید داشته باشه ممکنه باید مسافت دور رو نگاه کنه که بفهمه تاریه دید داره خب وقتی که از نزدیک ببینه نگاه کنه ممکنه تاری دید نداشته باشه پس حتما بهش بگو دور رو نگاه کن نزدیک رو نگاه کن و مثلا انگشت تو جلوی چشاش بگیر و, ب... و مثلا بهش بگو که با چشماش انگشتت رو فالو آب کنه و ببین حرکت چشماش مناسبه انگشت تو دقیق میبینه تار نمیبینه این شکلی بیمار رو اسس کن صرف این که بگی تاری دید داری یا نداری این اشتباهه چون ممکنه بیمار اصلا متوجه نشه خب و بگه نه ندارم در داره ولی متوجه نیست خب خستگی به بی بیمار میگی خستت یا نه ویکنس داری یا نه چون یکی دیگه از علائم توی سکته مغزی توی عوارض مغزی توی میگرن توی حالا افزایش آی سی پی خستگی هستش مثلا افرادی که قرص ضد افسردگی میخورن ممکنه دچار خستگی بشن یا مثلا افرادی که حتی افسرده هستن ممکنه دچار خستگی بشن پس ببینید که خستگی داره یا نه پرش عضلانی یکی دیگه از حالت های مغزی به خصوص در سیجر ها و تشنجها ها رخ میده این که عضلاتش پرش داره و این ممکنه به دنبال سیجر باشه پس از بیمار بپرس که آیا عضلاتت پرش داره آیا ممکنه هم بیمار متوجه نشه منظور از پرشه بهش بگو آیا دچار تیک میشه یعنی هی تکون میخوره و قشنگ بهش بگو مثلا انگشتات هی یهویی تکون میخورن زیر چشم تکون میخوره یا مثلا لبات تنهایی تکون میخورن پاهات انجام های انتهایی خودشون خود به خود تکون میخورن بعضی وقتها و شاید بیمار بهت بگه آره در صورتی که قبل وقتی بهش گفتی پرش از اونایی بهت بگه نه خب پس دقیقا میخوام اینو بهت بگم توضیح بده چیزی که میخوای بدونی چون اون بیمار اون کادر درمان نیست که وقتی که بخوای اصطلاح بهش بگی قشنگ بدونه چیه میخوام اینو بهت بگم خب بریم سراغ بعدی روش بعدی سابقه هستش دوستان این خیلی مهمه خیلی مهمه که بدونیم سابقه, سابقه بیمار چیه اول بری سراغ بیماری ها بگید آیا دیابت داری ممکنه بیمار نفهمه دیابت چیه بهش بگه قند خون داری خب یعنی اینکه قند خونت میره بالا شاید بگه آره خب بپرس برای قند خونت چه کار میکنی؟ قرص مصرف میکنی انسولین میزنی آیا رفتی پزشک بدون که آیا بیمار قند خونش رو کنترل کرده آیا رفته پزشک یا نه اولین بارش که فهمیده یا نه فهمیده رو نرفته کنترل کنه که بدونی وضعیت بیمار چیه آیا این قند خون بوده که روش تاثیر گذاشته به خاطر اینکه نرفته کنترل کرده یا نه بیمار قرص مصرف میکرده انسولین میزده یک دفعه ای الان رفته بالا قند خون این خیلی میتونه بهتون کمک کنی که بفهمید بیماری که الان مراجعه کرده ناشی از قبلیا بوده یا نه الان شروع شده یعنی ممکنه خیلی کوتاهتر کنه تشخیصت رو و درمانت رو سریعتر بکنه اگه بیمار مثلا سابقه ادمریه داشته باشه و الان با تنگی نفس اومده احتمال کمتری میدی که آسم باشه بیشتر میری سراغ ادمریه و تمرکز تو میذاری روی ادمری اینطوری هستش که خیلی از بیماری ها می‌شن میشن و میرن کنار آیا قبلا سابقه بستری در سی سیو رو داشتی سابقه بستری در داخلی رو داشتی به چه دلیل بستری شدی چه وقت بستری شدی اینا میشه سابقه بیماری علاوه بر اینها دوستان سابقه فامیلی خیلی مهمه اینکه ممکنه بیمار حالا اومده با سرگیجه سردرد اوکی بیمار مثلا بگیم بچه است با سر... سرگیجه سردرد شکم درد بیحالی اومده و بیمار سابقه فامیلی دیابت داره مثلا باباش دیابتیه خب حالا اینجا وقتی که میفهمی باباش دیابتیه سری این میاد تو ذهنت که ممکنه بیمار دیکی ای کرده سری میاد قند خون و اسیدوز و بازش و همه را چک میکنی و میبینی اه واقعا دیکی ایه پس ببین سابقه فامیلی خیلی میتونه بهت کمک کنه و همیشه بپرس که توی فامیل همچین مثلا دیابتی فشار خونی قلبی چیزی وجود داره یا نداره دوستان سیگار کشیدن از بیمار بپرس که قبلا سابقه اسموکر بودی سیگاری بودی یا نه چون همین سیگار کشیدن باعث ایجاد CHF میشه باعث ایجاد COPD میشه مثلا بیماری که با تنگ نفس میاد خب شما ازش میپرسی که آیا سابقه ای سیگار کشیدن داری یا نداری اگر بگه دارم به جایی اینکه بری سراغ نمونی به جایی اینکه بری سراغ آس میری سراغ COPD چون میدونی مهمترین علت COPD خب سیگاره پس میتونه خیلی راحت کنه کارتو پس از بیمار بپرس بستری شدن رو بهتون گفتم بریم سراغ روش شیشم روش شما نکات مخفی خیلی مهمه یک پرستار باهوش یک پرستار خلاق حرفه ای کفایت نمیکنه به صحبت بیمار و همراه خودش هم وارد میشه به نکات مخفی که بیمار داره نشون میده توجه بکنید مثلا بیماری های دیگه از بیمار بپرسید چه بیماری های دیگه ای داشتی که الان فکر میکنی مهم نیست بگی مثلا ممکنه بیمار با شکم درد مراجعه کرده باشه و الان یبوست داره و همش میگه نمیتونم از در واقع مدفوع داشته باشم خیلی دفع مدفوع هم سخت شده و این مشکل اصلی من الان دردم از عدم دفع مدفوعمه همه اینو داره بهت میگه ولی تو الان یه شیفت بده بهش بگو قبلا سابقه یه عمل داشتی ممکنه یهو بیمار بهت بگه آره سه ماه پیش خوردگی روده داشتم که عمل کردم ولی از نظر بیمار پیچخوردگی روده ربطی به این نداشته ولی از نظر تو که کادر درمانی میدونی که پیچخوردگی روده ممکنه دوباره جاده پیچخوردگی کنه و یبوست و حتی ربچر روده بشه پس نکات مخفی رو داشته باش ساده نگر نباش فقط از بیمار اطلاع بگیری از بیمار بپرس راجع به چیزهای دیگه ممکنه بیمار اون چیزها رو مهم نداره که بهت بگه تو القا کن بهش و ازش بکش بیرون اطلاعات رو این خیلی مهمه علائم جدید به علائم جدید که بیمار نشون داده و قبلا نبوده توجه کن به بیمار بگو مثلا بیمار میاد پیل صورتش خب به بیمار بگو قبلا همین این شکلی رنگ پریده بودی مثلا ممکنه بیمار بهت بگه نه از دیروز صبح شروع شد مثلا اینجا ممکنه بگی خب بیمار از دیروز صبح رنگ پریده شده ممکنه خون ریزی داره که رنگ صورتش از بین رفته و سفید شده چرا واقعا یه رنگ پریدگی علامت جدیدیه ممکنه به خاطر مشکل الان باشه و اینو در نظر میگیری پیکاپش میکنی این خیلی مهمه پس دقت کن به علائم جدید جزئیات مهمن جزئیات مهمن ببین یه سری جاها ما فقط توجهمون به ماجرهاست هاست دیابت داره سکت قلبی داره تنگ نفس داره به چیزهای کوچیک توجه نمی کنیم مثلا بیمار مراجعه میکنه با تنگ نفس میگیم اوکی بیمار سابقه قلبی داره تنگ نفس داره خب حتما سی دیگه حتما ادمری دیگه مشکل داره بالاخره نارسایی قلب شده تنگ نفس خوب دفن نمیکنه آب و آب رفته تو و تنگ نفس شده ولی به این توجه نمی کنیم که بیمار امروز صبح تنگ نفسش یهویی شروع شده خب و هی داره بهت میگه من امروز صبح تنگ نفسم شروع شده این یه چیز ریزیه چون میتونه اگر امروز صبح شروع شده باشه نارسایی مزمن نباشه نارسایی باعث میشه که چند روز تنگ نفس بگیره اما این امروز صبح شروع شده ممکنه آمبولی کرده باشه مثلا لخت خون تکون خورده رفته سمت ریه و عروق ریه رو بسته و دیگه نمیتونه تبادل اکسیژن بکنه و این این به صورت هاد رخ میده یک دفعه ای رخ میده و چیزی که بیمار داره میگه علاوه بر اون مثلا ما اکسیژن رو میبینیم میذاریم میبینی اس پی بیمار نرفته بالا این هم یه علامت دیگه است که ما ممکنه جزئی بدونیمش خب و توجه نکنیم بهش و بگیم اوکی چون بیمار حالا هارت فیلره نارسای قلبی داره بگیم بی خیال این بالاخره به خاطر اینکه هارت فیلر اس توش نمیره بالا ولی نه ممکنه آمبولی کرده باشه که اس تو نره بالا اما بریم سراغ روش بعدی روش بعدی رنگ آدم پوست دوستان پوست ویترین بدنه شما از پوست خیلی چیزا رو میبینیم ظاهر خیلی میتونه بهت کمک کنه دوستان وقت به بیمار نگاه کن ببین رنگ پوستش چطوریه سیانوزه رنگ پوستش بنفش شده پس ماجرا تنفسیه مشکل توی تنفسش داره خب سیانوس شده بدن نه رنگ پریده شده پس مشکل توی خون بیماره داره خون از یه جایی از دست میده که اینطوری بیمار رنگ پریده شده یا فشارش افتاده پایین که رنگ پریده شده این خیلی مهمه یا مثلا ملتهب شده پوست مثلا در شوک آنافیلاکتیک میگیم پوست ملتهبه و بعد از زدن آمپول پوست ملتهب شده و هنوز تنگ نفس روخ نداده ولی پوست ملتهب شده میگی او شوک آنافیلاکتیک رو سری من برم کاراش انجام میدم اپینفرین بزنم هیدرو بزنم این اینا رو انجام بدم از روی التهاب پوست ب... که ارتباطش میدی به بعد از زدن آمپول پوست ملتهب شده پس پوست ویترینه بدن میتونی خیلی ازش اطلاعات به دست بیاری بدون حتی حرف زدن نگاه میکنی میبینی پوست چه رنگیه روش نهم وضعیت عمومی بدن این دیگه خیلی واضحه ببینید وقتی که دارید به بیمار نگاه میکنی نگاه... نگاه, کلی رو به بیمار یادتون نره وارد جزئیات بشید ولی نگاه کلی یادتون نره به بیمار نگاه کن بیمار وضعیتش چطوره حال عمومی چطوره خوبه کمی خوبه بده بدحال خیلی یا استیبل نیست خب اینا میتونن با هم متفاوت باشن مثلا یه بیماری بیاد به شکمش ضربه وارد شده ولی درد کمی توی شکمش داره خب ما اینجا نمیگیم این بیمار ممکنه احتمال خون ریزی بالایی داره اول براش آزمایش میفرستیم اول میفرستیمش مثلا سونا بشه اما یه بیماری میاد ضربه به شکم بوده توی تصادف به شدت درد داره به شدت غیر استیبل و داره میناله و فشارش داره میاد پایین رنگ پریده است خب دیگه این بیمار معلومه داره از یه جای خون خون از دست میده پس برای یه چیزهایی نباید تایم از دست بدی صرف هیستوری گرفتن وقتی میبینی بیمار بد حاله وقتی میبینی بیمار واضحه داره خون از دست میده دیگه بی شو برو سراغ همون مورد تایم رو هدر نده سر بقیه یه چیزها دوستان این خیلی نکته مهمی هستش که توی اورژانس باید راحت اما ده پرسیدن از فرد آگاه خیلی مهمه دوستان خیلی از بیمارها نمیدونن دارن چی میگن بتون و اصلا متوجه نیستن که دارید چی ازشون میپرسید در این سری شرایط از همراه بیماری بپرسید که آگاهی داره چون اگر همراه بیمار یه شخصی باشه که اورینت نباشه و اصلا از بیمار اطلاع نداشته باشه ممکنه اطلاعات غلطی بهت بگه که تو رو منحرف کنه از مسیر درمان ممکنه بیمار قند خون داشته باشه ولی چون همراه بیمار اصلا نمیدونسته بهش بگه نه نه قند خون نداره خب با سایر سوالات از, بی... از, اونقدر از بیمار و همراه بیمار سوال که بفهم بیمار اورینت نه اگه فهمید که اورینت نیست خودت اقدام کن برو قند و خونو بگیر سری بررسی کن چون ممکنه داره اشتباه میگه پس از فردی سوال بپرس که اورینت باشه و اطلاع کاملی راجع به بیمار داشته باشه داروهای قبلی رو حتما بپرسید اینکه قبلا چه داروهایی مصرف میکرده ممکنه الان بیمار مثلا با علائم یا کاهش ریت قلبی کاهش ضربان قلب اومده خب و مثلا کاهش فشار و خون اومده ممکنه تو بری سوابقش که ببینیم میبینی ای دیگوکسین مصرف میکرده و بعد میفهمی مسمومیت با دیگوکسین دیگوکسین توکسیسیتیه و این خیلی میتونه ماجرا رو عوض کنه خب پس داروهای قبلی بیمار رو حتما بپرسید وضعیت در خانه رو حتما بپرسید بگید بیمار توی خانه را میرفته بیمار توی خونه حالش چطور بوده آیا یک دفعه این شکلی شده یا نه یک پروسهی داشته که این شکلی شده این خیلی خیلی میتونه باز در تعویز تشخیص ها بهتون کمک کنه خب دوستان این ده روشی بود که خواستم بهتون بگم به عنوان یک پرستار حرفه‌ای بتونید هیستوری بگیرید و بتونید از این هیستوری گرفتنتون به صورت کاربردی بیمار رو درمان کنید نه صرف اطلاعات غلطی که یا حتی اطلاعات به درناخوری که ممکنه حتی شما رو به اشتباه بندازه. امیدوارم که از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید یادتون نره حتما حتما سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید چون این کارتون باعث میشه که من انرژی بیشتری داشته باشم که براتون ویدیوهای حرفه‌ای تری بسازم دوستان